سرویس خبری جامعه بهائی، بینش‌هایی از میدان عمل، پادکستی پروژه‌های فوندایک در زمینه کشاورزی را بررسی می‌کند. 4 تیر 1402. کالی، کولومبیا. در این قسمت پادکست، لزلی استوارت، مدیر اجرایی فوندایک، با سرویس خبری در مورد برخی از پروژه‌های مؤسسه فوندایک، به ویژه پروژه‌های متمرکز بر حوزه‌های کشاورزی، تولید و توزیع مواد غذایی، گفتگو کرد. خانم استوارت شیوه‌هایی که اصول بهایی همچون هماهنگی علم و دین، یگانگی نوع انسان و خدمت خالصانه به اجتماع می‌تواند مردم را الهام بخشند تا مسئولیت پیشرفت و رفاه خود را به عهده بگیرند، بررسی کرد. در یک مورد خانم استوارت توضیح داد که چگونه فارغ‌التحصیلان جوان برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی که به عنوان مروجان سلامت جامعه شناخته می‌شوند، به طور فزاینده‌ای به مراقبت، حفظ و احیای محیط طبیعی توجه می‌کنند. او می‌گوید این پروژه‌ها به بازیابی برخی از گونه‌های بومی که به دلیل تک‌کشتی آسیب دیده‌اند کمک می‌کنند. خانم استوارت توضیح می‌دهد که تلاش‌های جوانان شرکت کننده در برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی نه تنها نحوه تعامل افراد یک جامعه با یکدیگر را تغییر می‌دهد، بلکه باعث افزایش توانایی آنها برای رسیدگی به چالش‌های محلی نیز می‌شود. خانم استوارت گفت جوانان نسبت به سهمی که می‌توانند از طریق کاشت درخت و تولید غذا داشته باشند آگاه‌تر می‌شوند که این خود باعث تغییر روابطشان با جوانان دیگر، اعضای خانواده و مؤسسات جامعه می‌شود. او افزود که از طریق این تلاش‌ها جوامع می‌توانند با تقویت همکاری نزدیک بین افراد از سنین مختلف پیشرفت کنند. این به اعضای یک جامعه امکان می‌دهد که در میان نیروهای انحلال و فروپاشی احساس امید کنند. کاری هرچند ساده وجود دارد که آنها می‌توانند انجام دهند. کاری که به رفع چالش‌های جامعه‌شان کمک بسیاری می‌کند. فوندایک، سازمانی الهام گرفته از آموزه‌های بهایی، در سال 1974 در کولومبیا تأسیس شد و بیش از 40 سال است که بر توسعه توانمندی افراد برای کمک به رفاه اجتماع خود تمرکز دارد.